با درود به همه شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و درود فراوانتر بر همه شمایی که زحمت کشیدید، لطف کردید، تماس گرفتید و پیام گذاشتید. در حال آرزو میکنم تلاش های ما مورد توجه شما قرار بگیره. واقعا داریم تلاش میکنیم. خودتون سرانگشتی حساب بکنید و ببینید کدوم تلویزیونی با این امکانات محدود ما این همه برنامه تولیدی داره. ما برنامه نمیخریم که دوبله کنیم بگذاریم، نه، ما خودمون تولید میکنیم در حد بضاعت خودمون. البته ممکنه خیلی انتظارات شما بالاتر از این باشه، ولی خب از ما بپذیرید. گفت برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا، همین دار. ما هم تلاش میکنیم، همکاران من روز و شب دارن تلاش میکنن، میشینیم گپ میزنیم، پیشنهادهای جدید رو میبینیم. حالا این دوستا برنامه جدیدی که خواهد آمد مسلم میدونم شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه. یک دو سه تا برنامه های کوتاهی داریم که چند شخصیت توش حضور خواهند داشت. یه برنامه داریم که قراره یه برنامه حقوقی باشه، یه برنامه اقتصادی داریم و آمیزه ای از اقتصاد و سیاست، یه برنامه داریم درباره ورزش، خب برنامه سوتو داریم سر جای خودش، یه برنامه داریم برای ماندگاران ورزش و یه برنامه دیگه داریم برای آنچه که ما نیاز داریم در روز انجام بدیم برای اینکه سالم باشیم. برای اینکه اگر بیماری قلبی داریم، اگر بیماری دیابت داریم، عمر بیشتری بکنیم. متخصصی که در این کار هم فیزیوتراپ هم کار این نوع تمرین ها رو خیلی خوب میدونه برای شما باز خواهد بود. به هر حال در جهت برنامه‌های سیاسی مونم پروفایل رو خواهیم داشت و یک سری کارهای دیگه. بذارید هم ذره ذره با سال نو بیاد و شما رو خوشحال بکنه. تصمیم دارم به جهت اهمیت مسائل منطقه واقعا در هفته یه میزه گردی داشته باشیم راجع به مهمترین مسائل همسایگیمون، کنارمون، پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، حاشیه خلیج فارس. مسائلی است که من تو برنامه‌ام 5 دقیقه 10 دقیقه بهش میپردازم. مسائل خیلی مهمه، در سرنوشت ما تاثیر داره. به اینا هم خواهیم پرداخت. خب روز به روز دادم باید پخته تر بشه، بیشتر یاد بگیره. گویی که من موی خودم رو در این راه سپید کردم. ولی بازم کم بریم هموطنانی که پیام گذاشتن پیام هاشون رو بشنویم. هموطن عزیزم بفرمایید. سلام خدمت عرض کنم دستاندرکنان رادیو فردا و به خصوص جناب آقای علی رضا، دکتر علی رضا نویزاده. جناب من پناه هستم از سوئد زنگ زنم. خیلی دوست داشتم چون به خاطر آقایی که شما دارین و تحقیقاتی که دارین، حالا خودتون هم نشه بشه میتونین انسان هایی که در این کار آگاه هستن و بیانین در خط تلویزیونتون و خیلی دوست داشتم راجع به ایزدیان با ما بینندگان صحبت کنیم و راجع به اینا. البته یه برنامه من از آقای جوان مدیدم خیلی زیبا بود، ولی من چندی سوال دارم که آیا ایزدیان در ایران هم هستن، کجا ها مستقرن و خب اونجور که من شنیدم چندین هزار، دو سه هزار سال اینا سابقه دارن و میکنم خب اینا از اصیل ترین ایرانی های باقی مانده هستن. البته نظر من نمیدونم، برای همین من از شما خواستم این سوال رو بکنم. اگه خودتون میتونین جواب بدین لطف کنین، اگرم نه شخص آگاه رو بیارین و راجب این زدی ها که اینجوری در ظلم قرار گرفتن و این انسان‌های پاک، به نظر من البته انسان‌های پاک و دور از همه از کنم جنگ و جدال و خونریزی و اینا و پاک دارن زندگی میکنن و مرامشون واقعا مرام پاکی اون چیزی که من شنیدم تو این برنامه آقای جوانمردی. و خواهش می‌کنم اینا بیشتر اگه بتونن جناب آقای نویزاده خودتون، اگر نه که خب کسی رو بیارین در راجب این بر آقای این قوم یا این دوست من. من اولا راجع به ایزدی ها مفصل صحبت کردم، هم در این برنامه هم در برنامه خودم، و شرط دادم که این طایفه که اکثریتشون کردن، البته خیلی معدودم غیر کرد درشون هست،
اینها آیینی دارند که آمیزه است از آیین میترا که آیین ایرانی بوده، آیینی که آیین‌هایی که در آشور و بابل و کده در اونجا پیروانی داشته، آیین‌هایی که نگاه به خورشید دارن، مذهب زرتشت و بعد آمیزه ای از مذهب مانی و مزدک و اسلام هم به اینا اضافه شد. به هر حال ملک خورشید این شخصیت نیمه افسانه‌ای نیمه حقیقی که برای اینا وجود مقدسی است و آیین‌هایی که گاه مثل غسل تعمید از مسیحیت گرفته شده، اینا میگم میترا نقش اساسی داره در اندیشه‌شون. آیین مهر، آیین میترایی، زبان مانده از دیار کهن، زبانشون رو دارن، فرهنگ و خلق و خوی خود رو دارن، اون تعایش بسیار زیبا با بقیه اقوام رو دارن، اندیشه شون اندیشه مبتنی بر عرفان و صلح. و من با یکی دوتاشون دوستم، آشنام، از نویسندگان عراقی هستن و من دیدم که چقدر متفاوتن، عصبی مزاج نیستن، کردن، ولی دوچار خیلی از تعصبات مذهبی اینا نیستن. همونطور که شما اشاره کردید، قوم آرام و سلطلبی هستن که حیوانات داعش این همه به اونا ظلم کردن. زنانشون بسیار آزادن، یکیشون الان نماینده مجلس پارلمان عراق، بسیار زن آزاده ای، بلند شد همون بود که فریاد و اشکش بر سر نوری المالکی، واقعا یکی از پایه های فرو انداختن مالکی شد. هموطن بعدی، سلام، خسته نباشید. من عبدالله هستم، از اهواز مزاحمتون میشم در گرد خاک شدید خوزستان. آقای نوری‌زاده عزیز، ما ارادت خاصی به شما داریم. من هم تقریبا همسن سال شما هستم. من هم در ابتدای انقلاب در کمیته ها و اینها برای براندازی حکومت شاه بودم، اما انتظار دارم از شما واقعیت ها گفته بشه. وقتی انقلاب شد، آیت الله خمینی که اومد تو ایران، قرار شد بره قم، رفت قم، تو حوزه شروع به تدریس شهر تحصیل کرد و هر کاری. چرا شما که بزرگترید، شما که بودید، به مردم، به جهان نمیگی فرمایید که بابا مجاهدین خلق تهران به هم ریختن، مجاهدین خلق مسیر حکومت عوض کرد؟ ما ابتدای انقلاب بعد هم نبود، از سال اول مجاهدین شروع کردن به روسری و توسری و و درگیری و آتیش زدن، مسیر انقلاب عوض شد. نمیدونم ولی فقیه مطلق اومد و رهبر اومد، مستقر شد، دستکی دستکی، ولی همون اول انقلاب هم قرار نبود رهبر دستکی داشته باشه، مشاوری داشته باشه، قرار بود مردم رای بدن رئیس جمهوری بیاد چهار سال بره. انصاف، شما آدم با انصافی هستید، مردم شما را قبول دارن، واقعیت ها گفته بشه که ریشه مملکت رو، ریشه اصلا مسیر همه چیز، مسیر انقلاب و مجاهدین، این گروه های رجبی در آورد، امیدوارم اینها هم گفته بشن، چون این تاریخ هم حداقل 20 میلیون 30 میلیون همسن سال جنابالی الان تو ایران زنده هستن، تاریخ خودشون دیدن، میدونن که مجاهدین، همین منافقین، مجاهدین، همین گروه های رجبی، چه در ما مقته، چه در جنگ که دستن به دشمن ما پیوستن، چه کردن. مرسی، خدا سپاسگزارم دوست عزیزم. نه فقط مجاهدین، گروه های دیگه هم بودن. ضمن این که راست میگید، آقای خمینی به قم رفت، ولی هر روز سه تا هلیکوپتر میرفت، این از اون شکایت میکرد، اون از این، اون نامه مینوشت امام برگردین. برای همین وقتی آقا اومد توی بیمارستان برای قلبش، دیگه برنگشت، نگرش داشتن. خمینی راست میگید، اول رفت به قم و در واقع میخوام بگم اون غیر اون خشونت های اولیه انقلاب که بسیاری از انسان‌های والا و برجسته ایران از لشکری و کشوری اعدام شدن، به زندان افتادن، آسیب دیدن، دور بعدی خشونت‌ها رو مجاهدین شروع کردن. تردیدی نیست. رژیم به وحشت افتاد. وحشت افتاد که الان اینا اومدن تو خیابون 30-40 هزار نفر تو 30 خرداد و بعدش مسائلی که پیش اومد، بعد رفتن آقای بنی صدر و رجوی از ایران و تمام اینا زمینه و اون ترورا و انتحاریایی که برای اولین بار بعد از جریان حسن صباه و داستان علموت و انتحاری ها، مجاهدین انتحاری ها رو باب کردن. اون میرفتن یه پیرمردی رو، آیت اللهی رو تیکه تیکه میکردن،
رژیم در مقابل 50 نفر رو میکشت، جوانای بیگناه بدبخت با یک کتاب کفش کتونی در زندان. بله مجاهدین نقش مهم می داشتن، حزب توده نقش مهم می داشت. حزب توده با حمایت از رژیم جمهوری اسلامی تشویق می کرد برای کشتار و تصفیه. هموطن بعدی. آقای نورزاده سلام، از برنامه خوبتون بسیار ممنونم. یه سوال داشتم از خدمتتون، می‌خواستم اگه نسبت فامیلی بین آقای موسوی و آقای خامنه‌ای وجود داره اینو برای ما بیننده‌ها توضیح بدید، مثل برنامه هزار فامیلتون که توضیح میداده اینم برای ما توضیح بدید، ممنونم. بله حضورتون عرض کنم که پدر آقای مهندس میرحسین موسوی و پدر آقای خامنه ای یعنی مرحوم حاج میرزا جواد تبریزی، اینها پسر عمو یا نوه عموهای یکدیگر هستند، یعنی یک نسبت فامیلی دور دارن. اما آقای خامنه ای زمانی که به تهران می اومد اغلب در منزل پدرای مهندس موسوی اقامت می کرد، چون مادر ایشون هم به نظرم باز یه نسبت دوری دارن. آقای خامنه بسیار مدیون خانواده موسوی است، هم پنهانش کردن موقعی که تحت تعقیب بود، هم موقعی که سرپناهی نداشت پناهش دادن و خیلی بهش کمک کردن همه جور. بله دوست من، دوست بعدیمون، بفرمایید. سلام میکنم، چقدر خوشحالم که میتونم صدامو به گوشتون برسنم. دکتر نورزاده عزیز، در این لحظه که دارم با شما حرف میزنم در بستر بیماری هستم و عصرو میدم دیدن روی نازنین شما و صدای مهربان شماست که اگر نشنوم احساس گم کردن چیزی رو دارم. هیچ انتقاد و یا پیشنهادی ندارم که نمیتوانم داشته باشم به جز ثنا و دعا برای وجود پرمهر و نازنینتون و برنامه هایتون. دلم میخواهد از این مکانی که هستم و تراس کوچیکی که در اتاقم دارم می توانستم فریاد بزنم و به عالمیان بگم که چقدر برایم قابل احترامی. دکتر نوریزاده، از بیماری تقریبا لاعلاجی رنج میبرم، خواستم که با آرزویم واقعیت پیدا کند، آرزویم ببخشید واقعیت پیدا کند و جسارت تلفن به شما رو از خدا گرفتم. فقط برای سلامتیم دعا کنید، این تنها خواسته ای من از شماست، چون خاطرم را الفتی با اهل عالم نیست که از دیاری دیگرند و از دیاری دیگرم. همیشه خداوند یارتون. سپاسگزارم خواهر عزیز، هموطن نازنین. نه تنها من دعا میکنم، بلکه مطمئن باشید بینندگان ما نیز با من هم صدا خواهند شد. امیدوارم هر چه زودتر صدای شما رو بشنویم که خبر به عافیت رسیدن خود رو در گوشهای ما مینوازید. سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام عرض میکنم، من از اروپا تماس میگیرم، فقط زنگ زدم از زحمات و لطف روشنگری هایی که میفرمایید تشکر کنم. متشکرم، خداحافظ شما. سپاسگزارم عزیزم، متشکرم. و این الطاف شما گرم میکنه من، انرژی مثبت، انرژی مثبت. هموطن بعدی. دکتر نوریزاده سلام، اون نامه ای که از دوستتون خوندیم واقعا واقعیت جامعه ایرانه، واقعیت این ملت، عاقبت این ملت که انقلاب کردن به این نقطه برسه. ممنونم، خدا حافظ. سپاسگزارم، خوشحالم هموطنی از داخل ایران تایید میکرد، چون به نظرم این واقع بود. هموطن بعدی. با درود جناب آقای علیرضا نوریزاده، با کمال تأسف یه برنامه رو دیدم، برنامه آقای چارلنگی با یه خانمی به عنوان فعال سیاسی ظاهرن از ترکیه تماس می گرفتن در مورد صحبتاشو انقلاب و فلان، نسبت انقلاب و حرکت انقلابی ایران رو گفتن که این خردی عام، منظورش بی‌خردی نادانی مردم ایران در سال 57 که انقلاب کرده، آیا این مورد نظر شما هست؟ اگر هست که هیچیش،
عذر میخوام، اگر هم نیست لاغل تشریف بیارید بگید. عذرخواهی با حضور درس کنم که هموطن من، اگر کسی رو که باش مصاحبه میکنیم ما این آزادی رو رعایت نکنیم که اون فردی که داره مصاحبه میشه نقطه نظرهای خودش رو بیان کنه. من براتون گفتم دو تا اصل طلایی داریم، اون اگر رعایت بشه همه کس برای اظهار نظر آزاد. البته هیچ کس حق توهین کردن به ملت ایران رو نداره، تردیدی نیست. اگر در پس پرده انقلاب برنامه ریزی بود و دولت خارجی هم بودن، اما آنچه در صحنه اتفاق افتاد انقلابی بود که اکثریت مردم ایران تو شرکت کردن، درست یا غلط ولی شرکت کردن و ما شاهد اون بودیم که روز عاشورا 4 میلیون نفر تو راهپیمایی و تظاهرات شرکت کرد. حالا مسیر انقلاب چه شد، به کجا رفت، چه گونه شد، اینا هم حرفای بعدیه، اما یک انقلاب بود به معنای واقعی کلمه، همه چیز رو زیر رو کرد. و اینکه کسانی اعتزاز داشته باشن از انقلاب نتیجه خوبی به بار بیاد، حاصل خوبی بشه، اشتباه میکنن. وقتی جامعه زیر رو میشه، حداقل برای مدتی، حالا مال ایران طولانی شده، برای مدتی جامعه به حال طبیعی خودش بر نمیگرد. هموطن بعدی من، آقای فعل این سخن، عاشق تفسیرات و حرف زدن و حالتات هستم. نمیدونم زمان انقلاب حتما بچه بودی، چون به سن سالت نمیخوره که اون زمان ها رو به یاد داشته باشی، ولی ما خوب یاد داریم. ما جنایت های مجاهدین رو هرگز فراموش نمیکنیم. حالا کفش و کلاه کردن رو میگن خلق ما منتظر ما دارن تشریف میارن با اون روپریاب و با اون لباس های یک مدل که این کره شمالیه. برمت و هم راجع مسئول حرف دارن چون خیلی دوست دارم. مرسی بانوی عزیز. آقای فهمیم سخن رو شما نمیبینید، شما ایمان همکار ما رو میبینید. فهمیم سخن خیلی هم سنش جوان نیست، موقع انقلاب بچه هم نبوده، نوجوان بوده، ولی ایمان همکار ما حتما، او دیگه جوان است و در اون زمان لابد کودکی بوده. اما فهمیم سخن که می نویسد انسان خردمند و نویسنده بسیار ارزشمندی است در عرصه نوشتن، ترجمه، فلسفه و ادبیات فارسی، یکی از نقطه های امید من هست و خیلی از دیگران. سپاسگزارم پیام شما رو شنیدن. منتها شما او رو در هیئت ایمان دیدید. از ایمان خیلی ممنونم که همیشه در آغاز برنامه و در جاهای مختلف اشاره میکنن که من ایمان مجری و نویسنده برنامه فهمیم سخن، چون این تصور برای یکی از همکارای ما پیش اومد بعد از مدتی احساس میکرد خودش فهمیم سخن شده، قشنگ میمد با شما سلام علیک احوال پرسی میکرد به جای فهمیم سخن. و مردم هم برای من میمشتن به فهمیم سخن بگیم آقا پیرنشو، این پیرنش خیلی قشنگ بود، این یکی خوب نبود رنگش. در هر حال سپاسگزارم. هموطن بعدی. سلام، من غریب هستم از کرج زنگ میزنم. پیغامی داشتم برای آقای نوریزاده. من همسر دو تا هنرمند مرحوم هستم که آقای نوریزاده حتما میشناسن. پدرم خانی فیلمبردار قدیمی و بنیان پایه‌گذار فیلمبرداری در سینمای فارسی و همسر مرحومم شاپور غریب نویسنده و کارگردان، کارگردان خلوص، افتخار کانون پرورش فکری کودکان به خاطر هفت‌تیرهای چوبی، ممل امریکایی و که حتما آقای نوریزاده میشناسند. من فقط زنگ زدم میخواستم چون به هر شکلی که تونستم تماس گرفتم، ولی متاسفانه من رو این برونبر هی به قول معروف دنبال نخودسی ها فرستادن. اینجا نگر دارید لطفا، من میخواستم من که لطفا نگر دارید، نگهش دارید، چون من صدای این بانو رو شنیدم، پیغامی برای من گذاشته بودن شنیدم.
دلم نمیخواد بانوی شاپور اونجوری در اینجا مطرح بشه و واقعا میگم ماها چقدر باید از انسانیت و شرافت دور شده باشیم. بانوی شاپور غریب از زور نیاز تلفن بزنه و مدد بخواد از هموطنانش، از مسئولان مدد بخواد، وزارت ارشاد، آقای علی جنتی، معاون سینمایی وزارت ارشاد، خانه سینما، شاپور رو یادگار همسر و فرزندش رو به جا گذاشته. فراموش کردی من این بانو رو میشناسم، این بانوی محترم. با شاپور من خیلی رفیق بودم، یه سفری با هم مشهد رفتیم، شاپور دنبال لوکیشن برای فیلم خروس بود، گفت علیرضا با هم بریم. رفتیم، خواهر شاپور در مشهد بود و خواهرزادش یه پسر جوان 17-18 ساله. یک ماشین اونجا کرایه کردیم، پیکان سفیدی، و را افتادیم توی خراسان. اومدیم رفتیم قوچان، کاشمر، تربت جام، تربت هیدریه، همه جا رفتیم، بجنورد رفتیم، هر جای خراسان، تایباد. و اینقدر این سفر خوب بود در 15 روزی که با هم بودیم، جاهایی که مهمان سرای جلب سیاحان بود میرفتیم اونجا، جاهایی که نبود میرفتیم اتاق میگرفتیم. بعد یه روز یادمه در یه روستا با هم مسابقه گذاشتیم، یکی 50 تا خیار خوردیم از سر جالیز، خیارای کوچولو، یه روستای ترقبه بودیم. و خونه قشنگی خواهرش داشت، از اون خونه های قدیمی مشهد، بیرونی اندرونی و بسیار زیبا بود. ولی نمیدونم حالا پسر خواهرش کجاست دیگه، الان باید اونم یه چیزی نزدیک مثلا 60 سالش باشه. و با شاپور زندگی میکردیم. انسان وارسته‌ای بود، اولا نویسنده خیلی خوبی بود، بسیار رمان نویس، قصه نویس فوق العاده خوبی بود. اولی بارم یه کتاب قصهش در اومد که وارد صحنه شد، و بعد در کانون، و بعد فیلمای کسا، فیلم رقاصش قشنگ بود، همسفرش، بعد خروسش، فیلمای بسیار قشنگی ساخت و سینمای تجاری رو میشناخت و در این حال اون ذوق غریب هم داشت. پهلوان هم بود، شاپور ریس بود، ولی ماشاءالله ورزشکار و انسان بسیار وارسته بود. بعدم که ازدواج کرد یک بار به منزلشون رفتم و چقدر انسان عزیزی بود. حالا شاپور بره، بعد بانوی او فریاد بزنه آقای جنتی، اگر اون وجدان شما پیش خودت قاضی میکنی و نگاه میکنی، به بانوی غریب برس. من نخواستم بقیه حرفاشون پخش بشه چون خیلی متأثر بود و فریاد میزد. بانوی گرامی، دست شما رو میبوسم، شما همسر دوست عزیز من بود و واقعا امیدوارم تا دو سه هفته دیگه خبر خوبی از شما بشنوم. مسئولان خانه سینما، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، کاری کارستان در رابطه با مشکلات شما انجام بدن که فرزندتون به علت نداشتن از دانشگاه نمونه. مسئله تأمین اجاره منزلتون دغدغه خاطر شما بانوی گرامی نباشه. سپاسگزارم که به من و ایران فردا اینقدر اعتماد دارید. هموطن بعدی. سلام، من نکبخت آرایی از آلمان زنگ میزنم. من یه سوال دارم، با این هستش که چرا یکی از این آخوندهای جامعه اینایی که میتونن فتوا بدن، فتوا نمیدن که مواد مخدر در ایران حرامه، اینا که میتونن همه چی رو فتوا بدن و فکر میکنن که مردم طرفدار اونا هستن و میتونن از فتوای اونها پیروی بکنن. مثلا در شمال اوزنبرون، ماهی خاویار که ما در اونجا بهش میگفتیم سگ ماهی، سگ ماهی یعنی ماهی حرام، ماهی که سگ هستش، اینو آخونده تو زبان مردم گذاشتن و اینو بعدا خمینی اونها چیکار کرد؟ حلالش کرد. خب با همین ترتیب وقتی که این فکر میکنه که مردم حرفشون گوش میکنن، چرا میان مواد مخدر رو در ایران حرام میکنن؟ اینو خواهش میکنم یه جوری در برنامه خودتون مطرح بکنید. خیلی ممنون، متشکرم. بسیار خوب دوست من،
ببینید عزیزم، بذارید حکایتی تعریف بکنم که قابل درکتر باشه. مرحوم عاشق احمد مولایی دوست پدر من بود، با ما آشنا بود. خب از نزدیکان آقای خمینی هم بود، بعد از انقلاب نایب و تولیه شو یا تولیت حضرت معصومش. من یه روز رفتم دیدنش، دم در خونش که رسیدم در که زدم، فرزندش اومد در رو باز کرد و گفتم اومدم حاج آقا رو ببینم. خب منو میشناخت، به سرعت رفت تو و من پشت در ایستاده بودم. اومد در رو وا کرد، گفت بفرمایید تو، خواهش میکنم. و من همینجوری که رفتم تو، یک راهروی بود، دالونی بود، دیدم بوی عجیب تریاک داره میاد، یه چیز وحشتناک تو دالون راهرو، و اینجا یه دستشویی بود. من رفتم تو و اتفاقا خانمشون اومدن، خب من و مادرم همه رو میشناختن، اصال محبتی کردن، ما رو بردن توی اتاق نشوندی با چایی برامون رو بردن و میوه. و بعد از یه ده دقیقه یه رو بی عاشق احمد اومد و روبوسی و نشستیم و گفت آقا بیچاره شدم. گفتم آقا چه برو؟ گفت قبل از انقلاب من میشستم اینجا زور منقلم رو میذاشتم، حالم رو میکردم، الان به خاطر مراجعان و غیره توی این توالت رو پوشوندن بستن، یه تختی اونجا برای من گذاشتن، یواشکی برم اونجا یه پنکم گذاشتم که باد بزنه. این اول انقلاب بود. یه سال بعد مجالس بساطی که میذاشتن، خیلی خدا رحمتش کنه، حاج آقا احمد خمینی بعد از ظهر میمد منزل مرحوم سید عبدالرضا حجازی، اول خیابان عباس آباد از طرف جاده قدیم شمران. مرحوم حجازی محضرش هم گرفته و پس گرفته بود، سید عبدالرسول داداشم بود. اینا میمدن اونجا زهرا، بساط گرده داشتن و میشستن و احمد آقا میشست پیش آقای مرحوم حجازی که اعدامش کرد. و خیلی از مقامات از بزرگان رژیم این کارن. شما الان آقای باهنر نایب رئیس مجلس، معروف مجالسش که براش جنس مخصوص از کرمان میارن، در خود قم بسیاری از علما که نمیتونن بکشن معروفه در اونجا، حب شفنتوس یا شربت شفنتوس میخورن که حب میکنن میندازن بالا، تو قوطی کبریت دارن میندازن بالا، یا شربتشو میخورن. مرحوم آلاقا پسر مرحوم آیت الله عبدالله مسیح تهرانی چهل ستونی، هی دست میکرد تو جیبش کبریت در میاد، یکی میداخ بالا، میگفتیم آلاقا چیکار میکنی؟ میگفت شفنتوس میخورن، شربت و حب شفنتوس. خب وقتی خودشون این کارن، داستان رتب خورده من رتب کی کنن؟ با آقای خمینی بارها مراجعه کردن، گفت آقا برید آقای فلانی و فلانی و فلانی رو بخوابونی ترک اعتیاد بکنن تا بعد بنده بتونم حکم بدم. الانم مراجع احتیاط میکنن، چون بعضا خودشون حب میندازن بالا، بعضی های دیگه هم دامادشون و اخویشون و فامیلاشون این کارن. شما فتوای تحریم تریاک، حالا ممکنه راجع مثلا حتی هروئین و اینا هم یه چیزی بگن، ولی راجع به افیون و بعضن هم راجع به حشیش چیزی نمیگن، چون بالاخره یه طایفه‌شون دوغ حشیش و غیره رو دارن برای اینکه به وحدت برسن، وحدت وجود و به خدا برسن. هموطن بعدی من، درود بر دکتر نورزاده عزیز، خسته نباشی به شما و همکارای خوبتون. آقای دکتر حدود یه هفته در روز پیش تلفنی شد یه آقای، حالا فتنگری هم که راست میگفت نمیدونم، شرم همایون به شما بد گفته. البته شما منطقی و با درایت جوابشو دادی، ولی من میخوام به آقای همایون بگم اگر این کارو کرده باشه که آقای نوریزاده سالهاست که اعتبار کانال یک بوده، همه اینو میدونن، دیگه به جا تشکر و فلان از این کارا نکنه، انشالله که نکرده. سپاسگزارم، خدا حافظ. درود بر شما دوست. نه آقای شهرام همایون دوست منه و نه هرگز، حالا حرفی هم زده نظرش بوده، انتقادی کرده، اون حق هر کسی است نسبت به عملی چیزی انتقاد بکنه یا نظری رو نپسنده. ببین عزیزم، انسان این جریان درگذشت پرویز اصفهانی یکی از چیزهایی بود که تکون داد منو. البته قبلا هم خیلی از دوستان نازنین لقایی، مرحوم پورداد، اینا دونه دونه رفتن
امیر بهزادی که هنوز برای من زنده است و عزیز اسم اشعری اینا. ولی پرویز که رفت، امیر طاهری اونجا بود، من بودم، مسعود بهنود بود و داشتیم همینجوری همدیگر نگاه میکردیم و صحبت میکردیم، هادی خورسندی و همین چهار پنج نفر نگاه کردیم، دونه دونه داریم میریم، نسل ما داره منقرض میشه، آیا مجالی هست که با هم بد باشیم؟ مجالی هست از هم خردگیری کنیم؟ نه. از زبان من هرگز نخواهید شنید، قبلا هم نمیشنیدید. من به همه احترام میگذارم و اعتقاد دارم مردم بهترین داوران هستند. شما میبینید، قضاوت میکنید، شایعات رو میشنوید، حقایق رو میشنوید و این شما هستید که انتخاب میکنید. بی سر و صدا ما دو سال و پشت سر گذاشتیم، وارد سومین سال شدیم. فکر کنید من با چه امیدی اومده بودم، ولی همش میگفتم آیا دوام میاریم، آیا میکشیم، آیا میتونیم این مسئولیت سنگین رو انجام بدیم. اومدیم و به لطف شما جایی در نزد شما پیدا کردیم، خیلی با ارزشه. حالا همه به من بد بگن، خوب بگن، آیا تأثیری در رابطه من و شما میکنه؟ نه. و هرگز. از زبان علیرضا نوری‌زاده و از تلویزیون ایران فردا واژه‌ای علیه همکاران من که همه زحمت میکشن، همه دلشون برای ایران تنگ شده، همه دلشون میلرزه که این همه ظلم رو ببینه، هرگز. دور باد. خاموش باشم اگر کلام و واژه‌ای در ذم همکارانم بگم. هموطن بعدی. این پیغام برای من نوری‌زاده است. آقای نوری‌زاده، من برنامه شما رو خیلی دوست دارم. صبح زود بیدار میشم که با اینکه میدونم ضبط شده است، به هر حال هم هفتمین تو لس آنجلس گوش بدم. برنامه امروزتون روز سه‌شنبه راجع به خامنه‌ای صحبت میکنیم. من نمیدونم چرا ازش تعریف میکنی. این بابا کجاش روشندله؟ اگر یه زمانی روشندل بود به این وقت امروز در نمیومد. تخدیر دوروریاش هم نیست، خودش جنسش خرابه که به اینجا رسیده. خیلی ممنون، چون برای علاقه دارم به شما برنامه تون گفتم نظر خودم رو بگم. خیلی متشکر. من سعید هستم. ممنونم سعید عزیز. من تعریف از آقای خامنه‌ای نکردم. من تصویر آقای خامنه‌ای رو قبل از این که به هجله برن با ولایت، قدرت خانم ولایت، برای شما گذاشتم و پیش روی خودشون. یا روی زشت زشت نماید در آینه، مرد حکیم خورده نگیرد بر آینه. روی تو یارو میگه آدم آینه با آدمو چجوری نمیدونه، ایراد نمیتونه ازش بگیره. نام تو در زمانه بماند چنان که هست، تاریخ حکم آینه دارد هر آینه. من آینه گرفتم آقای خامنه‌ای خودشو ببینه، منتها این طرفم تصویر دیروزشونو گذاشتم. نه سید این نبود، مشاوران بد، دوروبری‌های فاسد، اون من نمیخوام واردش بشم چون ایران نبودم، اون پشت پرده رو ندیدم. ولی آنچه برای من آشکاره، سید علی حسینی که میشناختم، که میامد در گنبد سبز، در محضر مرحوم حاج شیخ علی مقدادی اصفهانی، فرزند مرحوم حاج شیخ حسن علی، و اون آدمی که اونجور پدر رو خاضعانه و خاشعانه دوست داشت و مادر رو اونجور ستایش میکرد، اون آدمی که به صدای دلکش عشق از چشماش جاری میشد وقتی بردی از یادم رو میخوند، یا به صدای شنیدن مرضی بانو یا الهه یا بنان یا قوامی، این آدم که عماد خراسانی به یک دو بیتی به وجدش میورد و با یک دو بیتی به عشق، این آدم این نیست که من میبینم. من اون تصویر رو جلوشون گذاشتم.
دوست بعدی. سلام آقای دکتر نوریزاده، از ونکوور کانادا زنگ میزنم. باید بگم تمام برنامه های تلویزیون فردا عالی و پرمحتوا، ولی یکی از برنامه های شما بی نظیره و اون برنامه ایست که آقای علیرضا میبودی با دو استاد بزرگوار، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری دارن. ولی حیف که این برنامه هم مدتش کمه و هم تعدادش در هفته. میخواستم خواهش کنم که اگر امکان داره یا مدتش رو اضافه بفرمایید یا تعدادش رو. بسیار متشکرم، خداحافظ. دوست من، اگه به من باشه، من دوست دارم علیرضا میبودی روز 2 ساعت اینجا برنامه داشته باشه، ولی در این حال مسئولیت‌های علیرضا هم در نظر بگیریم. برنامه روزانه‌ای داره در اونجا تلویزیون پارس، در رادیوی دکتر هلاکویی اونجا برنامه داره و واقعا علیرضا از جان مایه میذاره و نهایت دوستی و مهر رو به من داشته به عنوان برادر کوچکترش که از روز اول نه نگفت و با ما بود. منم دلم میخواد برنامه بیشتر باشه، منم به این دو عزیز مهمانش و مهمانان دیگرش دل بستم و ازشون میآموزم. حالا امیدوارم در سال آینده زمان بیشتری رو علیرضا لطف کنه به ما بده که ما بیشتر بتونیم از حضور او بهره مند بشیم. هموطن بعدی من، جناب دکتر علیرضا نوری‌زاده، سلام و تقدیم عرض ارادت. به نظر من شما یکی از بهترین، جزو بهترین چهره‌های سرشناس اپوزیسیون ایران هستید و به تفسیر شما فوق‌العاده ایمان دارم و تفسیراتون فوق‌العاده درست و بجاست. میخوام از شما سوال کنم، آیا به نظر شما اجازه دادن اوباما به دولت جمهوری اسلامی برای مجهز شدن به بمب اتمی چه خطراتی را برای دنیا داره؟ آیا اوباما مسائل قدرهایی که در ایران این رژیم کرده و این سربریدن هایی که داعش هم از اونا کپی کرده، جز این که از رژیم اسلامی اومد بیرون، به اضافه این که رژیم اسلامی یک افراد سرشناس و متوهر و بزرگواری جون مرحوم بختیار فرخزاد و دیگران را به حالت بدیترین بد کشت، آیا این چطور میتونه به دنیا سالم باشه؟ و مثل معروف این که آن کس که با مادر خود زنا کند با دیگران چکاها کند، آیا کسی که به ملت... ببینید دوست من، مسئله این نیست که آمریکا اجازه میده جمهوری اسلامی بره بمب اتمی بسازه، نه چنین نیست. تمام تلاش آمریکا اینه که اگر جمهوری اسلامی خواست برنامه اتمی نظامیش رو احیا کنه، زمان بیشتری نیاز داشته باشه که در اون فاصله آمریکا بتونه اقداماتی انجام بده. به معنای دیگر الان میگن جمهوری اسلامی قبلا 6 ماه، الان 1 سال نیاز داره تا این برگرده بمب اتمی بسازه. حالا میخوان اینو به تبدیل کنن به 2 سال با کم کردن تعداد سانترفیوژها و میزان غنی کردن اورانیوم. در این زمینه در یکی از برنامه‌مون سعی میکنیم با کارشناسان صحبت کنیم. سپاسگزارم ازتون. من که سیر نمیشم، ولی وقت به پایان رسید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین جا همین وقت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود. Yeah.